آخانی دعوت میکنم تشریف. به نام خداوند آفریننده گلها و به نام خداوند آفریننده پروانه ها که اونها رو آفرید تا گردهاشون رو بیافشانند. این بالاترین میشه گفت متن ادبیه که من بلدم بگم، چون راستش من نه شعر بلدم نه خیلی توی ادبیات هستم، بعضی وقتا هم یه مقدار بی‌ادبم. امشبم جشن تولده، حالا خیلی بنا نیست که ما خیلی جدی باشیم و به همین دلیل بناست یه فضای به قول معروف شاد رو اینجا داشته باشیم، خاطره شاد رو برای دوست عزیزم محمد درویش به حال بسازیم. خدمت شما عرض شود که من اصولا تخصصم گیر دادنه، من خیلی بلد نیستم تعریف کسی رو بکنم و وقتی که هم دعوت میشم واسه سخنرانی، اول کاری که میکنم شروع میکنم لامپای سقف رو میشمارم، بعد لامپ تعداد آدم ها رو میشمارم. معمولا تقریبا میشه گفت تو اکثر جلسات سخنرانی من به هدفم میرسم، به دلیل اینکه ما معمولا سقف سالونامون لامپش خیلی زیاده. من همین سالون رو شمردم یه چیزی حدود 170 تا لامپ توش بود. بعد میام آدما رو میشمارم. معمولا تو اکثر جلسات اینجوریه که تعداد مثلا اگه 170 تا لامپ ما توی سقف داریم، نهایتا 30 تا یا 40 تا هم به اصطلاح آدم نشسته روی صندلی‌ها. من معمولا یه کسری دارم، اون 170 رو تقسیم بر 30 میکنم، یه عددی به وجود به اصطلاح میشه، بعد اون عدد رو ضرب داره یه ضریبی میکنم، اونم ضریبه و هر حال احساس منه. یه روز حالم خوبه اون 10، یه روز 5، یه روز 7. بعد اون رو مطرح میکنم، میگیم ما نشستیم راجع به محیط زیست داریم صحبت میکنیم، نگاه بکنید تعداد لامپا از تعداد شرکت کننده های جلسات مثلا 30 برابر بیشتره، 20 برابر بیشتره. امروز هم میخواستم این کلک رو ازش استفاده بکنم ولی راستش اصلا آشمز شدم، چون تعداد لامپا 170 تاست ولی تعداد آدما اینجا به نظرم بالای 300 تاست، نمیدونم. خب اگر این کس رو استفاده بکنم ضربش بکنم، میدونید عدد وقتی که زیر یک باشه شما هر چقدر بیشتر ضربش بکنید در حقیقت اون کمتر از یک میشه، بنابراین به هدفم نمیرسم. مونده بودم به چی دوباره گیر بدم، دیدم تنها چیزی که میتونم گیر بدم اینه که ما امشب رو تبدیل بکنیم به شب مهندس زدایی از آقای درویش. خدمت شما عرض شود که حالا چرا من اومدم این رو، حتی این کلکم تو ذهنم بود، یه دفعه دیدم که جناب استاد عزیزم جناب آقای دهباشی شروع کرد به سخنرانی کردن، یک کلمه مهندس نگفت. دیدم ای بابا اینجا هم من یه خورده دستم خالی شد، یعنی در حقیقت قبل از این که من شروع بکنم به مهندس زدایی، دوستان عزیز آقای درویش این کار رو شروع کردن، ظاهرن این آقای مهندس هم زدوده شده، در واقع چیزی در واقع در دست من نیست. خدمت شما عرض شود، ولی چون به هر حال دیگه فرصت نبود که در واقع یه چیز دیگه تو ذهنم بسازم، فکر میکنم باز راجع به همین مسئله بمونیم یه مقدار، این چند دقیقه‌ای که به هر حال بنده افتخار دارم در جمع شما باشم راجع به همین مسئله صحبت بکنیم. ببینید این هفته خیلی هفته قشنگی بود. شنبه 29 دی بود و به اصطلاح روز هوای پاک بود. ما به هر حال طبق مراسمی که به هر حال از قبل پیش بینی شده بود و سالها بود که آقای درویش و دوستانی که به هر حال دنبال بحث هوای پاک هستند، این نتیجهش این شد که ما امسال یک برنامه همایش دوچرخه سواری داشتیم و خیلی موفق بود، یعنی اصلا آدم باورش نمی کرد که بعد از، یعنی در این فضای فعلی، فضایی که همه ناامیدن، همه فکر میکنن هیچ کاری نمیشه کرد، یه دفعه دیدیم نمیدونم 200 نفر 300 نفر اومدن و ما دوچرخه سواری کردیم و احتمالاً دوستان اخبارش رو شنیدن. آخر اون هفته امروز برنامه آقای درویشه. واقعا من از ابتدای هفته خیلی شادم حقیقتش و فکر میکنم پس الان فضای بسیار بسیار مناسبیه که ما این جشن در واقع مهندس زدایی رو از آقای درویش به خوبی برگزار بکنیم.
ببینید دوستان، من خواهشم اینه که از این اتاق دیگه رفتید بیرون، اصلا دیگه مهندس درویش و اینا نگید. اخیراً البته دکترم بهش میچسبونن، در واقع به نظر من یه توهینه. من معمولا هر کی بهمون میگن دکتر، من خودم حس خوبی پیدا نمیکنم. ولی به هر حال ببینید، آقای درویش مهندس نیست. صبح تا شب و شب تا صبح، چون ایشون دو شیفت کار میکنه. معمولا وقتی که میره سر کار، اداره ها که میدونید برنامه ای ندارن دیگه، بالاخره هر کارمند دولت به اصطلاح کاری نمیتونه انجام، کاری انجام نمیشه. اگه بخوای کاری انجام بدی اصلا بیرونت میکنن از اداره. ایشون شروع میکنه به نوشتن، می نویسه. بعد شب میاد خونه. حالا اگه بیاد خونه، چون ممکنه شب خونه نیاد، بره یزد، بره مینا، بره بندر عباس، از این به هر حال یا تو هواپیماست یا تو اتوبوسه یا به هر حال یه جایی دیگه. خدمت شما، شب تا صبح هم باز دوباره مینویسه. یعنی من بعضی وقتا مثلا ساعت 2 نصف شب گاهی بیدار میشم، یه پیام میفرستم، میبینی همون لحظه جواب منو میده. 6 صبح مثلا گاهی میبینی مثلا این زنگ میزنه میگه حسین منم فلان کنیم چیکار کنیم. آقا مجلسو خواب ندین. مثلا این دو شیفت رو که ایشون کار میکنه، تنها کاری که ایشون داره تو این دو شیفت کاری که در واقع 2 تا 12 ساعت داره کار میکنه، اینه که هر چی میتونه به جمعی مهندسان، ببخشید میدونم تا جمع مهندس کم نیست، این که بهشون بگه آقای مهندسان دست بردارید از گندکاریاتون، به اندازه کافی این مملکت رو خراب کردی، دیگه یواش یواش بیاید به اصطلاح یه نوعی دیگه به زندگی نگاه بکنید. دوستان خیلی خوشگل سخنرانان قبلی گفتن، من نمیخوام این مسائل رو تکرار بکنم، ولی میخوام فقط بگم این آقای درویش یه فن مهندسی داره که این فن مهندسی خیلی جالبه. میشون موقعی که مواجه میشه با یه نفر یا با یه مسئله، برخلاف من اصولا اخلاقی دارم، قلمم تیزه، یعنی بلافاصله زود میخوام یه مطلبی رو بنویسم، میزنم تو چشم و چال طرفو کورش میکنم. ولی آقای درویش اینجوری نیست. آقای درویش وقتی که میبینه طرفو، اول میگه تو عجب چشای قشنگی داری، عجب چش و ابروهایی داری، عجب نمیدونم زلف زیبایی داری، حالا طرف کچله ها، میگه عجب زلف قشنگی داری. خدمت شما عرض شود که اینا رو میگه، بعد یواش یواش شروع میکنه به قلقلک دادن. طرف میخنده، حالا طرف مثلا چه معاون وزیر نیروه که صبح تا غروب داره بهش فوش میده، یواش یواش میخنده قهقه میکنه، یواش یواش این قلقلکش رو زیاد میکنه. بعد دیگه طرف اصلا از حال میره، نمیدونه کی بود. در اون موقعی که این دیگه نمیدونه کی بود، کارشو انجام میده. این تخصص آقای مهندس درویشه. اینجا فقط میتونم بگم مهندس. پس یه دقیقه خاطره کوچیکی هم بگم که چجوری من رو در واقع منحرف کرد. خدمت شما، سال 84 بود، ما هم میشنیدیم که یه آقای درویشی وجود داره و یک به اصطلاح وبلاگی داره به نام مهار، حالا بیابان زایی که به هر حال بیشتر من فکر میکنم، یا بیابان زودایی، به هر حال بیابان زایی بیشتر بود دیگه. خدمت شما عرض شود که ما اولین بار ایشون رو تو دانشگاه شهید بهشتی دیدیم، سال 84. یه مراسم در واقع یه فیلم مستند بود که اونجا نقدش می‌خواستیم بکنیم. ایشون رفت شب توی وبلاگش حرفایی که من زده بودم با همون به اصطلاح تکنیک خاص خودش، عجب چشایی داری و عجب نمیدونم زلفی داری و اینا، شروع کرد نوشت سعید آخانی. گفتم آقا سعید آخانی چیه؟ من سعید نیستم که، من حسینم بابا، پدر مادر من برای خدا بیامرزه پدر مادر تو، الان 40 امشب شب 40 در واقع پدر من هست. دلشون خوش بود، اسم امام حسین رو ما گذاشت کردن، حالا شما کردی ما رو سعید. خدمت شما عرض شود که همین سعید گفتنش به نظر من همون مهندسیه بود. شروع کرد به اصطلاح مدت ها تو کنه من خوابیده بود که با من ارتباط برقرار بکنه. با همین در واقع سعیده یک ارتباطی با ما برقرار کرد که این ارتباط مطمئن هستم تا زمانی که ما زنده هستیم باقی خواهد موند. و تنها جمله‌ای رو که میخوام با صحبتم رو در واقع امروز تموم بکنم اینه که عزیزان، ما نباید افراد رو انتظار داشته باشیم معجزه بکنن. هر فردی مثلا بیولوژیه، آغاز و پایانی داره. من دلم میخواد امشب، شب تولد آقای درویش،
شب تولد ده ها درویش باشه از بین شما دوستداران ایشون. شبتون بخیر. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد فاضلی.